با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز، امیدوارم که تا این لحظه ساعت خوبی رو گذرانده باشید. ودا ایلکا هستم با یکی دیگه از برنامه های کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران. خدمتتون عرض کنم که امروز برنامه‌مون در واقع در رابطه با طبیعتاً خب کلاً در مورد زندانیان سیاسی هستش، ولی اینکه در رابطه با وضعیتشون و وضعیت خود کلاً زندانیان سیاسی و عادی هستش که شرایط زندان و شرایط دید و در واقع نگاه جهانیان و سازمانهای جهانی به وضعیتشون امروز میخواییم خدمتون ارائه بدیم. و این برنامه رو ما با فعال سیاسی خانم رویا قیاسی همراه میشیم. خانم رویا قیاسی، با سلام خدمت شما و خوش آمد به شما به برنامه ما. من هم سلام میکنم به شما و تمامی همکاران و دست اندرکاران این برنامه و درود مخصوص میفرستم به تمامی هموطنان عزیز در هر نقطه دنیایی که الان با ما هستن. بله، خدمتتون عرض کنم که سوال اول من در رابطه با کلن اعتصابات زندانیان سیاسی در زندان ها هستش که چرا اصلا اعتصاب میکنن، دست به اعتصاب میزنن و این اعتصاب ها در واقع چه پیشامدهایی داره، چه اتفاقهایی بعد از این حرکت پیش میاد. بیشتر منظورم اینه که یعنی چه ضرر زیانهایی یا بالعکس به شکل مثبتش برای خود رژیم و زندانیان سیاسی داره. امیدوارم که سوالم رو روشن براتون توضیح داده باشم. بله، اجازه بدین با یک مثال خیلی ساده شروع کنیم. بگیم امتناع از خوردن غذا یکی از انواع خیلی ساده مقاومت در مقابل یک امر ناخواسته یا اجباریه. خیلی ساده بگیم که وقتی که شما غذای رو جلوی کودکتون میذارید و از خوردن اون غذا امتناع میکنه، داره این رو نشون میده که من در مقابل یک شرایطی که الان درش هستم اعتراض دارم و مقاومت میکنم و این غذا رو نمیخورم چون خواسته ای دارم. حالا اون خواسته میتونه خود اون غذا باشه که خوشش نمیاد نمیخوره، و یا اینکه مثلا دوچرخه میخواسته براش نخریدین و به این شکل اعتراض خودش رو نشون میده با نخوردن غذا. دیدین که دستاشون همینجوری میزنن به سینهشون، میشنن نگاه میکنن و ولی غذا رو نمیخورن. بنابراین این کودک نه یک قصد سیاسی رو دنبال می کرده، نه از شیوه های مبارزه اطلاعی داشته، ولی ذاتاً می دونه که برای رسیدن به اهدافش یا خواستش می تونه از این شیوه استفاده کنه. اعتصاب غذا هم چیز جدیدی نیست که مربوط به این دوره باشه و یا ربطی به جنبش های استقلال طلبانه هند و یا بریتانیا و یا ایرلند داشته باشه و مخصوص قرن بیستم نیست. از دوران قدیم این مسئله بوده، از قرون وسطا بوده. شما اگر نگاه کنین میبینین که پسر سزار مثلا برای سفرش که میخواست بره پدرش بهش اجازه نداد، اعتصاب غذا کرد، 4 روز غذا نخورد و بالاخره پدرش رضایت داد که اون به اون سفری که میخواد بره. و یا به اعتصاب های غذایی بسیاری بوده که حالا من نمیخوام وارد بحثشون بشم و یا نام ببرم، ولی چیزی رو که میخوام اشاره بکنم، در قرون وسطا هم رسم بر این بود که مثلا اگر کسی مورد ظلم و ستم کسی واقع میشد، میرفت جلوی خونه اون فرد مینشست و از خوردن غذا امتناع میکرد برای نشون دادن اون بی‌عدالتی و ظلمی که بهش روا شده. اگر این اعتصاب غذای این فرد منجر به مرگ اون فرد میشد، مسئله از یک به اصطلاح ظلم و بی‌عدالتی فراتر میرفت و مسئله خونخواهی مطرح میشد و اون خانواده مقتول به خونخواهی به اصطلاح اون فرد میامدن. یعنی از همین چند مثال میبینیم که اولا مسئولیت جان اون فرد به عهده کسانی است که به خواسته اون فرد توجه نکردند. و در رابطه با مسئله زندانیان سیاسی خیلی راحت میتونیم بگیم که مسئولیت جان زندانی سیاسی مربوط میشه به زندانبان، رژیم، سازمان و نهادهایی که به اونها مربوط میشه و همینجور شیوه خود شیوه مبارزه چیزی که از قدیم بوده و
به عنوان یک حق برای اون فرد در از قدیم الایام بوده، الان هم هست و یک شیوه مبارزه است. یعنی هر انسانی، حال چه اونایی که توی زندان هستن و چه اونایی که بیرون هستن، در مقابل اون ظلم و ستمی که بهشون روا میشه دست به یکی از شیوه های مبارزه میزنن. هم از راهپیمایی هست، تحسن هست، اعتصاب قضا هست همراه با تحسن و الی آخر. و خود اعتصاب قضا هم شیوه های مختلفی داره. شما میتونید از خوردن آب مثلا آب رو بخورین، از خوردن غذا امتناع کنید و ویتامین و قند و اینا رو هم استفاده بکنین که خب این پروسه اون اعتصاب غذا رو طولانی تر میکنه، با توجه به اینکه البته ربطم به جزئیه و قدرت بدنی اون فرد هم داره و میتونین این رو طولانی تر بکنین. و اینجوری که گفتن اگر شما ویتامین ها رو هم استفاده بکنین تا حدود 300 روز میتونین مثلا اعتصاب رو ادامه بدین. اگر از خوردن ویتامین ها به اصطلاح نخورین اونها رو و فقط آب بخورین که باز این زمان کوتاه‌تر میشه، و اگر از خوردن آب و نوشیدنی هم امتناع کنین و اون وقت که به اصطلاح این پروسه خیلی کوتاه‌تر میشه و مقاومت فرد در مقابل اون اعتصاب غذا خیلی ضعیف‌تر میشه. چیزی که اینجا مطرحه اینه که اون فردی که اعتصاب میکنه دست به یک همچین حرکتی میزنه، نه اینکه نمیدونه چه خطراتی براش داره و چه عواقبی از نظر جسمی میتونه براش داشته باشه، به همه اینها آگاه هسته و آگاهانه این کار رو انجام میده، چون امریست اختیاری. زندانی سیاسی در مقابل ظلمی که بهش شده، اجحافی که بهش شده، آزادانه و با اختیار این روش رو انتخاب میکنه. چرا؟ چون یکی از شیوه های مبارزه هسته و میدونه که چه خطراتی میتونه براش داشته باشه. من نمیخوام وارد این بحث بشم که چجور بدن انسان رو نابود میکنه، چرا که میدونم دوستانی که در این رابطه به اصطلاح فعال هستن با یک نگاه به پروسه زندگی و پروسه اعتصاب قضای دوستان متوجه میشن که چه اثراتی میتونه داشته باشه. یعنی به این شکل که بدن آب بهش نمیرسه، غذا بهش نمیرسه و شروع میکنه از وجودی که هست، از اون تن و بدن، از موادی که در اون بدن هست استفاده میکنه برای زنده موندن و اینها به مرور تحلیل میره و منجر میشه که معده از کار بیفته، منجر میشه که شما تواناییتون رو از دست بدین، خطرات روده، از کار افتادن روده و کلیه ها رو با خودش داره، چشم رو اذیت میکنه. وارد میدونیم که اینا رو همه ما دیدیم و میدونیم و وارد این بحث نمیخوام بشم، ولی پروسه خیلی دردناکه، خیلی سنگینه. ولی زندانی سیاسی با آگاهی به این، همونجوری که شما وقتی که اعتراض از اعتصاب هست وارد خیابون میشین و رژیم اصل افرادشو مسلح به خیابون ریخته، توپ و تانک توی خیابون هست، میدونین که ممکنه با منجر به مسئله به اصطلاح با جانتون دارین بازی میکنین وقتی که وارد یه همچین صحنه میشین. اما مبارزه برای آزادی، مبارزه برای عدالت اجتماعی و مبارزه برای حق و حقوق فردی و انسانیه که این عزیزان رو به این مرحله میکشونه که دست به مبارزه بزنن و مقاومت کنن و از خوردن غذا امتناع کنن. اون چه که اهمیت داره در رابطه با اعتصاب قضا، پشتیبانی و حمایت ما مردم چه در ایران و چه در خارج از ایران از عزیزانی است که اعتصاب قضا کردن. اونها حرفشون، بیانشون و خواستشون رو مشخص دارن بیان میکنن به چی اعتراض دارن. این ما هستیم که باید صدای اونها رو انعکاس بدیم و به یک جنبش مردمی تبدیلش کنیم، صدا رو رسانه‌ای بکنیم، به گوش گزارش ها رو به گوش سازمان های جهانی برسونیم تا اونها هم خودمون بتونیم از داخل روی رژیم فشار بیاریم و همین که از خارج دولت ها و به اصطلاح سازمان جهانی بتونه روی رژیم فشار بیاره که به خواسته ها و به اصطلاح مطالبات اون فرد و اون اشخاصی که به دست به اعتصاب قضا زدن رسیدگی بکنه. یه نمونه کوتاه مثلا در این رابطه مثال بزنم، در رابطه با پناهندگان بسیار خوب اینو میشه دید. پناهنده‌ها به اعتراض به شرایطشون اعتصاب میکنن،
تحصن میکنن، کسی اهمیت نمیده، حساب میکنن روزهای اول رو خیلی بی اهمیت ازش میگذرن، ولی مدتی که میگذره رسانه ای میشه، خبرنگارا میان، مردم جمع میشن و اعتصاب قضا باعث میشه که اون عزیزان دچار به اصطلاح ناراحتی بشن، از حال برن، بیمارستانی بشن. اون موقع است که میبینیم سازمان ها هجوم میارن و سعی میکنن این اعتصاب رو به انواع اقسام شیوه هایی که دارن بشکنن، چون میدونن اگر خطر جانی به همراه داشت مسئولیتش سنگین تره. این رو در این رابطه میگم که مسئولیت جان عزیزانی که در زندان هستن حقشونه که اعتصاب قضا بکنن. درست سخته و ما هم امیدواریم هر چه زودتر به اصطلاح اون عزیزانی که دست به اعتصاب قضا میزنن به خواسته هاشون برسن، ولی این حق رو دارن که از این شیوه استفاده بکنن. وظیفه ماست که حمایت کنیم، فشار بیاریم به دولت و مسئولیت سنگین تری اگر این عزیزان دچار مشکل بشن گردن رژیم هست، گردن سیستم هسته و اونها هستن که باید جوابگو باشن. این شیوه هم چیزی نیست که جدید باشه، همونجوری که گفتم بسیار بوده. من نمیخوام اسم به اصطلاح افراد رو ببرم، نمونه های بسیاری داشتیم چه در تاریخ و تاریخ خارج از کشور و چه در درون کشور خودمون، مخصوصا از زمان به قدرت رسیدن این رژیم میبینیم که چقدر زندانیان دست به اعتصاب قضاهای طولانی مدت زدن و متاسفانه خیلی هم صدمه های بسیاری دیدن و این تمام این مسئولیت به گردن رژیم هست و اونها هستن که مسئول هستن شرایط و به اصطلاح خواسته های زندانیان رو توجه نکردن، پروسه بازداشتشون غیر قانونی بوده، هیچ کدوم از اصولی که اصول بین المللی که باید در پروسه بازداشت زندانی شدن و دادگاهشون رعایت بشه رعایت نمیشه، شکنجه میشن و اعتراف های اجباری از اونها میگیرن که به هیچ وجه صحت نداره. اینها همه باعث میشه که اون فرد دست به اعتصاب قضا بزنه و مسئول مستقیمش هم رژیم هست و دولت هست. ما باید اینا رو حمایت بکنیم، ما باید این صدای اینها باشیم و به اصطلاح جهانیش کنیم تا فشار به دولت ها بیاد و اونها کوتاه بیان و اون عزیزان رو به خواسته هاشون برسونن. بله مرسی، دقیقا همینطوره، چون که ما میبینیم که شرایط زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی به چه شکلیه و مسئولان زندان چطور برخورد میکنن و در واقع اونا هستن که زندانیان را توی شرایطی قرار میذارن، در واقع تو بدترین شرایط که مجبور میشن خب اعتصاب غذا بکنن یا لباشون رو بدوزن یا به یه شکلهای دیگه در واقع اعتراضشون رو نشون بدن. دقیقا همینطوره. ولی سوال بعدی من در رابطه این که زندانیان سیاسی و عادی رو در واقع تفکیک زندانیان سیاسی و عادی در زندانهای جمهوری اسلامی این به چه شکلیه و چرا اصلا رژیم این کار رو میکنه؟ سوال یعنی تفکیک این دوتا قدری مشکل هست، با اینکه زندانی سیاسی با زندانی عادی تفاوت‌هایی دارند و شاید بگیم که دو مقوله جدا از همدیگه هستند، به این شکل که در این معنا که زندانی سیاسی در واقع برای آزادی و عدالت اجتماعی همان زندانی‌های عادی مبارزه می‌کنه، در مقابل ظلم و ستمی که در اجتماع واقع شده مبارزه می‌کنه، در برابر ناعدالتی‌ها می‌ایسته، کتاب می‌نویسه، در رابطه با حقوق کودکان فعالیت می‌کنه، افشاگری می‌کنه، جنایت دزدی‌های رژیم رو برملا می‌کنه. نویسنده از کتابی می‌نویسه که ربطی به هیچ کدوم از این مسائل هم نداره ولی به مذاق رژیم خوش نمیاد. اینها چیزهایی هستن که به اصطلاح زندانی سیاسی رو، اون فرد رو به عنوان زندانی سیاسی مطرح می‌کنه، به این معنا که زندانی سیاسی جرمی مرتکب نشده، جرم باید تعریف شده باشه و براش مجازاتی در خورش به اصطلاح تعیین شده باشه و این جرم تعریفی نداره. شما نمیتونید کسی رو به خاطر اینکه مثلا از حقوق کودک دفاع کرده جرم نیست، کاری انجام نداده. اینها مبارزات برای عدالت هست. برای همین هم هست که رژیم همیشه میاد و میگه که ما زندانی سیاسی نداریم،
و سعی میکنه که این زندانیان رو با عناوین مختلفی جاسوس هستن، حتی گاه به شیوه های به اصطلاح خیلی غیر انسانی متوسل میشه و به اونها تهمت های به اصطلاح کارهای دیگه ای رو میزنه و سعی میکنه که بگه ما زندانی سیاسی نداریم، اینا جاسوس هستن، اینا توهین کردن به مقام معظم رهبری، حالا معظمیش بماند، ولی به این شیوه ها یعنی تحت این عناوین میخوان زندانی رو، زندانی سیاسی رو به جرمی براش مشخص بکنن، جرمی براش بخونن. تا اینجا میبینیم که مثلا مسئله زندانی سیاسی به این شکله، ولی زندانی عادی خب به هر حال اتفاق تصادف شده، یکی در اثر اون تصادف کسی کشته شده، یا قتل عمد بوده یا غیر عمد بوده و یا هزاران هزار مسائل دیگه. کما اینکه این رو هم در نظر بگیریم، تمام این مسائل، اون کسی حتی که قتل عمد میکنه، تجاوز میکنه، حقوق دزدی میکنه، به علت عدم داشتن یک جامعه درست و عادلانه است که اون فرد دست به اون کارها میزنه. یعنی اگر ما جامعه داشته باشیم که مردم توش آزاد باشن، شغل داشته باشن، بتونن تحصیل بکنن، زندگی مرفه داشته باشن، آزادانه بتونن کارهایی که میخوان انجام بدن، تجاوز توش نیست، قتل توش نیست، جنایت توش نیست، به این بودی که در مملکت ما داره اتفاق میفته، اینها جرمهایی که به اصطلاح تعریف شده. من یادم میاد یه زمانی زنها شوهرهاشون رو میکشتن، این و به یه شکل زیادی در جامعه رواج پیدا کرده بود. از چرا؟ چی شد که یهو مثلا زنها دست میزنن به این موضوع و شوهرهاشون رو میکشن؟ فشاری که در جامعه به زن وارده، ازدواج های به اصطلاح بی موقع و اون فرد، اون زن هنوز کودک، هنوز نوجوان، مجبورش میکنن ازدواج کنه، ازدواج با به اصطلاح ازدواج های ناخواسته، زودرس، و بعد عدم امکان طلاق با افرادی که معتاد هستند، عدم امکان این که بعد از طلاق بتونه زندگی بکنه و یا اصولا نمیذارن، یعنی امکانی برای طلاق گرفتن وجود نداره، خشونتی که به اون زن وارد میشه و خود به خود در جامعه اون زن تحت فشار هست، این مسائل هم مزید بر علت میشه و دست به یک همچین حرکتی میزنه و این حالا قتلی انجام شده. اما پروسه دفاع و حقوق فردی چه زندانی سیاسی و چه زندانی عادی هر دو یکیسته. یعنی وقتی ما میگیم شکنجه ممنوعه، برای هر دوشون ممنوعه، هیچ فرقی نمیکنه که زندانی سیاسی یا عادیه، زندانی باید از شرایط استفاده از پزشک و محیط سالم، استفاده از مرخصی، رفتن به بیمارستان و اینها رو داشته باشه. اون فضای زندان باید برای اون زندانی قابل تحمل باشه، در شأن یک انسان باشه، شکنجه وجود نداشته باشه، پروسه دستگیری و تا به اتمام به اصطلاح اون دوره زندانش باید طبق موازین بین المللی باشه و این دیگه فرقی نمیکنه که زندانی عادیه یا زندانی سیاسیه. و تلاشی که میشه، مبارزه‌ای که میشه برای هر دو است، این شرایط شامل هر دوی اونها میشه و هیچ تفاوتی بین اینها وجود نداره، این مبارزه‌ای که برای هر دو انجام میشه. ولی رژیم همیشه سعی میکنه که این به اصطلاح اینها رو مخدوش کنه و یا اینکه میاد از شیوه های به اصطلاح به این شکل استفاده میکنه که زندانی های سیاسی رو وارد بند زندانی های عادی میکنه. در واقع هدفی که رژیم از این کار داره اینه که یک، اعلام کنه ما زندانی سیاسی نداریم، دو، زندانی سیاسی رو در شرایطی قرار بده که مورد ضرب و شتم زندانی عادی میشه، زندانی که الان توی زندان مثلا فرض کنید شما به جرم دو قتل در زندان هست، این آینده پیش روی خودش نمیبینه، معتاده و آینده ای نمیبینه پیش چشم خودش، اونه که به خاطر اعتیاد دارن اعدامش میکنن، در صورتی که اون جاش توی بیمارستانه، باید علاج پیدا بکنه و میاد از این شیوه استفاده میکنه که زندانی های عادی رو بر علیه زندانیان سیاسی میشورونه و یا اینکه به اونها وعده هایی میده، اگر بزنین، اگر بکشین آزاد میشین و یا تخفیف بهتون میدیم و این به این شکل زندانی های سیاسی رو با زندانی های عادی قاطی میکنه که بتونه اونها رو مورد ضرب و شتم قرار بده و یا به شیوه های مختلف اونها رو
بکشه حسن و بعد بگه خب درگیری بوده بین زندان. این شیوه هایی که رژیم استفاده میکنه تا این به اصطلاح این مرز بین این دوتا رو مخدوش کنه بین و سوء استفاده کنه. اما برای دفاع از حقوق یک زندانی هیچ گونه تفاوتی وجود نداره که زندانی سیاسی است و یا زندانی یک زندانی عادی هست. کما اینکه میبینیم رژیم خیلی تفاوت ها میذاره، برای یک زندانی عادی یا سیاسی حق مرخصی رو شما میبینین حتی در شرایطی که اعضای خانوادهش میمیرن صادر نمیکنه، اجازه نمیده اونها بیرون برن، ولی خب در مورد بسیاری میبینیم که خیلی آسون و چه به راحتی از زندان میان بیرون، میرن دکتر میرن و یا به مزار عزیزاشون میرن که به اصطلاح فوت کردن و بعد برمیگردن زندان. این تفاوت هاییه که وجود داره. بله مرسی. سوال آخرم در رابطه با اینه که اقدام سازمان‌های جهانی در رابطه با اعتصاباتی که زندانی‌های سیاسی در زندان‌های ایران می‌کنن چی هستش، و همچنین در رابطه با سوال آخرم که در رابطه با تفکیک زندانیان سیاسی و عادی بودش. ولی خانم قیاسی عزیز، ما متاسفانه وقت خیلی کمی داریم. زیاد خوب ندارم. من سوالم رو دوباره تکرار می‌کنم خدمتتون. اقدام سازمان‌های جهانی در رابطه با اعتصابات زندانیان سیاسی در زندان‌ها و همچنین در رابطه با مسئله تفکیک زندانیان سیاسی و عادی در زندان‌ها، این به چه شکلی به تا حالا چه اقداماتی کردن، چه کارهایی مثمر و ثمری در واقع انجام دادن؟ ولی فقط خواستم خدمتتون عرض کنم وقتمون بسیار کوتاه هستش متأسفانه. در عرض 2 یا 3 دقیقه نهایتاً اگه بتونید مطلب برسونید خیلی ممنون میشم. بله. یک مسئله رو، من دو تا مسئله به اصطلاح خیلی کوتاه رو اشاره بکنم. وقتی که ما صحبت از سازمان‌های جهانی می‌کنیم، از اونجایی که من اشاره کردم به تغذیه اجباری در که مجبور می‌کنن زندانی‌ها رو که بهشون غذای اجباری بدن، در رابطه با این مثلا انجمن پزشکی جهانی سعی کرده توی اعلامیه توکیو ثبت شده که پزشکان حق ندارن وارد این مقوله بشن و پزشکان حق ندارن که زندانیان سیاسی به اصطلاح تغذیه اجباری بدن. و این مسئله رو باز چون در زندان ها تکرار شد، باز در سال 1992-96 و حتی 2006 دوباره این قوانین رو سنگین تر کرد برای پزشکان که حق ندارن وارد این مقوله بشن و به زندانیان به اصطلاح تغذیه اجباری بدن. یکی این مسئله است. دو اینکه مسئله ای که چه کارهایی میتونن بکنن. ببینید سازمانهای جهانی کاری جز فشار بر روی دولتها نمیتونن بیارن و از اونجایی که میبینیم که فرض کنین گزارشگرهای مخصوص دارن، گزارشگر به اصطلاح رسیدگی به حقوق نقض حقوق بشر در ایران دارند، وقتی که ما میبینیم که این قوانین در کشورمون رعایت نمیشه، وظیفه داریم که اینها رو به گوش اونها برسونیم. باید گزارش های کاملی تهیه بکنیم و به دست این گزارشگرها برسونیم، به سازمان عفو بین‌المللی برسونیم، به نقض حقوق بشر برسونیم که این مسائل در کشور ما داره اتفاق میفته، این به این مسئله رسیدگی بشه. وقتی که اینها گزارشات کامل را داشته باشن، با به اصطلاح تعداد افراد و سند و مدرک میتونن گزارش‌های خودشون رو به نسبت اون گزارش‌هایی که به دستشون میرسه، گزارش‌های خودشون رو بنویسن و در رابطه با اون گزارش‌ها دولت‌ها و سازمان ملل روی کشور فشار بیاره که شما این قوانین بین‌المللی رو رعایت نمی‌کنید و موظف هستین که این قوانین رو رعایت بکنین. در همین رابطه سازمان ملل گزارشگرهای مخصوص داره، یعنی گزارشگری در رابطه با مسئله شکنجه داره، گزارشگر در رابطه با حقوق کودکان داره، تبعیض داره، در رابطه با انتخاب مذهب داره، اقلیت ها، اینا همه گزارشگرهای مخصوص خودشون رو دارن و ما باید سعی کنیم تمام این گزارش ها رو به دست اونها برسونیم که اونها بتونن فشار بیارن به دولت ها و مخصوصا دولت ایران و رژیم ایران که این قوانین بین المللی رو باید رعایت بکنه. در رابطه با عزیزانی که اخیرا مسئلهشون حاد شده در رابطه با گروخ ابراهیمی و
آرش اگه ما بخوایم مسئله رو مطرح بکنیم، میبینیم که سازمان عفو بین‌المللی در رابطه با این مسئله به مثلا رژیم به شدت انتقاد کرده و خواسته که حتی در رابطه با دستگیری مجدد اونها بعد از آزادیشون اعتراض شدید کرده و گفته که شما به اصطلاح این قول داده بودین که به مسئله اینا رسیدگی بکنین و ادامه این مسئله و یعنی بازداشت مجدد اینها به زندان و برگردوندنشون به زندان رو به شدت محکوم کرده و خواسته که پرونده اینها رسیدگی بشه و خواستار عدم دخالت سپاه در رسیدگی به پرونده این دو عزیز که فعال حقوق بشری داشته و داره این رو ادامه میده و این به اصطلاح بازداشت رو به این شکل مطرح کرده که رفتار خودسرانه و ناعادلانه که در حق این زوج روا شده و باید و محکوم میکنه و باید سریعا اینها بدون هیچ قید و شرطی آزاد بشن، ولی خب متاسفانه میبینیم که کارهایی که رژیم میکنه کارهای عجیب و غریبیه و تن به این مسائل نمیده. اگر فرصت دارم یه مطلب دیگه هم بگم. متاسفانه وقت تموم شده. صدای منو داری؟ از اتاق فرمان به من اشاره میکنن که متاسفانه وقت تموم شده خانم قیاسی عزیز. صدای منو داری؟ صدای منو دارین شما؟ من ببخش، متاسفانه از اتاق فرمان به من اشاره میکنن که وقت تموم شده، متاسفم. خیلی ممنون. خواهش میکنم، خیلی ممنون، مرسی که در این برنامه شرکت کردید خانم قیاسی عزیز. شبتون بخیر. شما مرسی میکنم. بله بینندگان عزیز، خیلی ممنون، مرسی که در این برنامه با ما همراه بودید. امیدوارم که روز و شب خوبی رو داشته باشید.